به با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهمانی هستم. در این روز دوشنبه 16 ژانویه 2017، همطوری که مطلع هستید امروز آقای روحانی رو نمیتونیم در خدمتش باشیم، بنابراین ما روز جمعه با آقای روحانی گفتگو کردیم. هفته پیشم که من دوشنبه در خدمتون نبودم و محروم بودم، ولی امروز خوشحالم که به عرضت برسونم یکی دیگه از این جوونا از درون ایران بیرون اومده به نام آقای امیررضا عباس‌پور، عضو سابق سپاه امنیت. ایشون تماس گرفتن، مهر کردن و گفتن که میل دارن یه سری حرفای ناگفته رو بزنن. مهمترین بخشش اینه که ما یه قدری اطلاع پیدا بکنیم از اوضاع احوال داخل و ببینیم که این دستگاه چجوری عمل میکنه. نمیدونم آیا این فیلم رو دیدید یا ندیدید، بها خیلی تیکه جالبی است این ماجرای این فیلم. بذار میپرسن که میدونی که در مورد جنازه رفسنجانی هیچ عکسی منتشر نشد و بلکه فقط از جنازه اکسری گرفتن، یعنی از رو تابوت اکسری گرفتن، توی تابوت رو نگاه کردن، گفتن بله یه جسد میتونه بره. چرا جنازه رو نشون ندادن؟ چرا نذاشتن عکس بگیرن؟ و میبینی که میگه که بچه های خودمون اومدن، بچه های اونا اومدن، بعد میگه دادن آخر میدن به حفاظت اطلاعات آقا، اونجا آخرین گروه هم. بعد میگه که محمود هاشمی، سید محمود هاشمی، همون مهدست که یه دوره رئیس شورای قضایی و نمیدونم این حرفا بود، امروز میگه اون اومده دیده و بعد با رضایی هم هماهنگ شده، قبوله، همینجا اکسری میکنیم. میگه اون پسرم اصرار میکنه که در رو باز نکنیم و اون صحنه خنده دارم اونجاییست که اون مرده میگه بگی فیلم، بگی فیلم، بگی گریه میکنه. و این نمیدونم چرا، چگونه اینا بیرون میاد، چرا اینا این فیلم ها رو بیرون میدن، دلیلش چیه، چرا این کار رو میکنن، نمیدونیم. و من تلاش میکنم که به کرات این فیلم رو نشون بدم، آخر این برنامه هم همین فیلم رو دوباره برات پخش خواهم کرد. اما موضوع ما امروز گفتگوست با آقای امیررضای عباس‌پور که میریم پیش خودش ازش میپرسیم که این آقای عباس‌پور کی از ایران اومد، چجوری اومده بیرون و مشکلاتش در حقیقت چیست و کدام است. اجازه بده که سلام بکنیم با آقای عباس‌پور، شما هم با چهره این نازنین آشنا بشین و بعد ما با همین پرسش اصلا بریم سراغ عباس‌پور. بگیم آقای عباس‌پور خودت یه قدری راجع به خودت حرف بزن، متولد کجا هستی، چند سالته، کجا درس خوندی و چگونه وارد این تشکیلات مخوف شدی و یه قدری خودت برای اون تعریف کن تا ما اجازه ما هم بده که ما لابلا بتونیم وارد بشیم و از شما پرسش هامون رو بپرسیم. بفرمایید آقا، ما میشنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان محترم شبکه مردم تیوی. بنده امیررضا عباس‌پور هستم، میهن تیوی، بله. و خدمت شما عرض کنم متولد سال 1367 هستم. بنده در فعالیت هایی که در دوران نوجوانی در بسیج داشتم و بعد از اون به عنوان بسیجی ویژه و قراردادی با سپاه همکاری میکردم، بعد از ببخشید من هی دخاله بکنم چون ما هیچی نمیدونیم بسیجی ویژه یعنی چی. کلمه به کلمه بریم جلو برای اینکه فقط آشنا بشیم. ببینید بسیجی ویژه در واقع خدمت شما عرض کنم اشخاصی که مورد تایید سپاه هستن و به صورت همکاری پارت تایم یا پاره وقت با سپاه همکاری میکنن و از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی تاییدیه سپاه رو دارن، این اشخاص به عنوان بسیجی ویژه تلقی میشن. و بند در اون زمان تونستم که این به قول معروف این پوهن از طرف سپاه داشته باشم. پوهن که چه ارز میخوام ببخشید، این
به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه مثلا شما برادرت شهید بود، نمیدونم فامیل شهید بودی، برادرت فامیلت عضو سپاه بود، پارتی بازی در این داستان چه نقشی رو بازی میکنه؟ بفرمایید. پارتی که در واقع نبود، سپاه از اشخاص خاصی به خاطر این مسئله استفاده میکنه که در امور سپاه این افراد بتونن دخالت داشته باشن و امور سپاه رو انجام بدن، کارهایی که سپاه بهشون واگذار میکنه رو بتونن انجام بدن. اگرچه در حال حاضر استخدام مثل کارهای عملیاتی سپاه، مثل خیلی مسائل دیگه ای که در سپاه هستش، کارهای اداری که در سپاه هست، کارهای اطلاعاتیش و کارهای فرهنگیش، هر مسئله ای که سپاه انجام بده رو میتونه به این افراد هم محول بکنه و حکم این افراد در واقع با تقریبا مثل کادر سپاه هست، مثل افرادی که در سپاه رسمی هستن هستش و اینها میتونن این کار رو انجام بدن. بعد اینکه من دوران دانشگاه رو در قزوین در رشته حقوق لیسانس گرفتم و پایان رسوندم، وارد درخواست به قول معروف رسمی شدن در سپاه رو دادم. با توجه به سابقه پیشینی که بنده در سپاه داشتم و حالا اون مسائلی که در سپاه بوده، چون کسی که جذب سپاه میشه باید حتما در بسیج سابقه داشته باشه و نه هر سابقه ای، چون سابقه های مهم براشون حائز اهمیت هستش و اینکه این افراد باید کسانی باشن که به لحاظ در سپاه تایید شده باشه و این مسئله باعث شد که اینها نسبت به جذب بنده اقدام کنند. از طریق سپاه انصار بنده وارد سپاه شدم، مدتی رو در کابینه دولت آقای احمدی نژاد به عنوان حفاظت وزیر نیرو آقای نامجو، علی اکبر نامجو، در وزارت نیرو به مدت 7 ماه بودم و بعد از اون هم دستور انتقال بنده رو به سپاه امنیت به عنوان جانشین اطلاعات عملیات ناحیه غرب استان البرز ابلاغ کردم. باز اگر سوالی هست من خدمت شما عرض کنم. بپرسم. عرضم به حضورت که وقتی میگی که یه سری مأموریت‌های دوره بسیجی انجام میدادی، کارهایی که سپاه به شما محول میکرد، اطلاعاتی، یعنی چی؟ یعنی چی کار میکردی؟ من چون هیچی نمیدونم اینجوری میپرسم که روشن بشم ببینم که وقتی میگن یه بسیجی کار اطلاعاتی میکرد، یعنی گشت و مراقبت میکردی، سوژه در اختیارت میذاشتن، چیکار میکردی؟ یه ذره توضیح بده برامون لطفا. تمام این موارد هستش. هر کاری که به صورت اطلاعاتی و عملیاتی در سپاه انجام میشه، بخش عمده ایش رو به صورت ویژه بسیج انجام میده و این گردانهای حاضر بسیج انجام میدن و اشخاصی که مورد اعتماد سپاه هستن و حفاظت و اطلاعات سپاه، در واقع تاییدیه مکتبی اطلاعات دارن این افراد و این اشخاص به عنوان در واقع هم ضابطان قضایی و هم اشخاصی که در جامعه همه چیز رو رصد میکنن حضور دارن. میشه گفتش که تمام شناسایی اشخاصی که در تظاهراتی که مردم به پا میکنن و شناسایی لیدرها، فیلمبرداری و حتی ایست بازرسی ها و عملیات هایی که توسط بسیج انجام میشه توسط اشخاصی که تعدادشون هم بسیار کم هستش، یعنی این رتبه بسیجی ویژه رو به هر کسی نمیدن، این رو به این افراد میدن و این افراد توی این مسائل میتونن فعالیت بکنن. ممنونم از عرضم به حضورت که شما وقتی که سال 88 بود 21 سالت بود، اون موقع دانشجو بودی ظاهرن، آیا اون موقع هم همین فعالیت ها رو در حین دانشجویی میکردید یا درس میخوندید فقط؟ چجوری بود؟ اون شرایط رو تعریف کن لطفا. کم و بیش فعالیت داشتیم، بله، در سال 88 هم کم و بیش بنده فعالیت داشتم و مسئول شناسایی اطلاعات در واقع سپاه بودم که به صورت بسیجی ویژه با اطلاعات سپاه همکاری میکردم. بسیار. عرضم به حضور شما آخرین سمت شما در این تشکیلات چه پستی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و کی از ایران اومدی بیرون؟ چطور شد که اصلا از ایران اومدی بیرون؟ چون وقتی که سپاهی هستی و
صاحب مقام و منصبی، به حال از یه امکانات مالی هم برخورداری. اینه که چطور شد که اومدی بیرون و چطور شد که تصمیم گرفتی که بیای از ایران بیرون و نباشی با این جریان؟ چه اتفاقی افتاد؟ خدمت شما عرض کنم که آخرین به قول معروف مأموریتی که من در سپاه داشتم و مقامی که من در سپاه داشتم جانشین اطلاعات عملیات ناحیه غرب استان البرز یگان عمار بودش که مسئولیت در واقع یگان عمار یا همون سپاه امنیت در واقع همه مسائل امنیتی طیف بسیار زیادی از مسائل امنیتی رو در بر میگیره، از جمله خدمت شما عرض کنم شناسایی فرق و مذاهب، عوامل بمبگذاری، عوامل تروریستی، اشخاصی که علیه نظام شروع به معاندت یا هر حرکتی انجام میدن رو توسط اطلاعات عملیات سپاه یا سپاه امنیت پیگیری میشه، رهگیری میشه و نسبت به دستگیری این افراد و ارجاع به مقامات ذی‌ربط اقدام میشه. در واقع میشه گفت سپاه امنیت، این سپاه تازه تأسیس که از سال 89 تا 90 احداث شد و در واقع کلیدش انجام خوردش، این بود که این سپاه بسیار قدرتمند و فقط و فقط به جهت مسائل امنیتی وارد عمل میشه و اقدامات خودش رو انجام میده و طیف گسترده‌ای از موارد امنیتی رو در اختیار داره. حتی این طیف به جرئت میتونم برگردم بگم مقام نظامی این سپاه از وزارت اطلاعات نیز بالاتره و تجهیزاتی که در اختیار این یگان هست از تجهیزات آخرین مدل روز دنیاست که در اختیار این یگان سپاه هست. حتی در یگانهای دیگه تجهیزاتی که در اختیار این افراد هست رو شما مشاهده نمی کنید. و در گیرودار این مأموریت ها و مسائلی که بنده به عنوان افسر ارشد نظارت میکردم روشون و دستورات لازم رو برای این مسائل ارجاع میدادم، به یه پرونده ما برخوردیم که مسیحیانی بودن که به صورت کلیساهای خانگی فعالیت میکردن و سپاه دستور بازداشت اینها رو داده بود، شناسایی شده بودن، تمام موارد اینها بودش و بنده میدونستم با حیث این که این افراد اگر بازداشت بشن و به مراجع بالاتر ارجاع بشه موقعیت بسیار بد و دشواری برای این افراد پیش خواهد اومد و به خاطر این مسئله وجدانم در واقع اجازه نداد که بذارم این کار انجام بشه و قبل از دستگیری اینها و تجمع اینها در اون مکان مورد نظر که ما نسبت به دستگیریشون بخواستیم اقدام بکنیم من به اینها اطلاع دادم و اینها از اون محل متواری شدن. در واقع سپاه عمل کردش این هستش که جرم رو باید در محل بگیره تا بتونه دلایل و ادله کافی رو نسبت به کسانی که میخوان اجرای حکم انجام بدن داشته باشن. خب این مسئله توسط دستگاه اطلاعاتی خودمون رصد شد و تماس بنده از طرف دستگاه خودمون متوجه شدن این تماس رو، منجر به بازداشت بنده شد و شکنجه شدیدی که این افراد در مورد بنده انجام دادن و اعلام کردن که شما باید به سوریه برید و در اونجا خدمت بکنید، در ایران دیگه احتیاجی نیست که شما در اینجا باشید، اگر که نخواهید برید یا ممانعت بکنید از رفتنتون به سوریه متاسفانه وضعیت بدتری در اینجا شما باهاش مواجه میشید. به خاطر این مسئله من با اینها موافقت کردم در بوره اول و بعد از انجام دادن کارهای خروجم و این مسائل به ترکیه اومدم و در اینجا پناهنده شدم. یعنی اینکه در حقیقت هر کی که تمرد کنه میفرستنش به سوریه، اینجور نیست که مثلا مردم ها خودشون داوطلب باشن بخوان برن سوریه؟ چجوریه؟ آیا مثلا خود آدمان داوطلب میشن برن سوریه یا فقط یه جور تبعیدگاست اینجور که شما میگی؟ بفهم. افرادی که شستشوی مغزی داده شدن توسط رژیم که این افراد به اسم آقای خامنه‌ای و به اسم
دفاع از حرم، چیزی که اینها گفت میگن و همچین مسائلی هستن، خیلی بسیار زیاد هست از ما بین اشخاص بسیجی یا سپاهی که میرن اونجا به صورت داوطلبانه این کار انجام میشه. ولی چون تلفات نظامی سپاه و در واقع جنگ نامتقارنی که در سوریه هستش قابل پیش بینی نیست، اشخاصی حالا این پیشنهاد رو من برای اولین بار شنیدم، یعنی اونجا من باش مواجه شدم، ولی در واقع خدمت شما عرض کنم که این نیستش که مثلا کسی رو به زور بخوام بفرستن، شاید هم باشه، شاید من اطلاع نداشته باشم، و 100% هم هستش که همونطوری که بنده رو میخواستن به زور بفرستن. و این مسئله باعث شد که من این کار رو انجام بدم که به ترکیه بیام، چون میدونستم که ورودم به سوریه مساویه با فوت بنده، چون اشخاصی رو داشتیم از دوستان بنده بودن که در سوریه ورود کردن برای جنگ سوریه و از ورودشون به سوریه تا فوتشون 5 روز بیشتر طول نکشید و هیچ قسمتی از پیکرشون هم به ایران بر نگشت، با توجه به اینکه این افراد داوطلبانه مراجعت کرده بودن به سوریه. یه نکته دیگه ای که میخوام از شما بپرسم، این وضعیت شماست، آیا این اسم امیررضا عباسپور اسم شما تو شناسنامته یا همین اسم سازمانیته؟ وقتی که عضو بسیج شدی اسمت چی بود؟ اونجا میگن بعد اسمت عوض میشه از ثانیه‌ای که وارد سازمان میشی، اسم آدمو تغییر میکنه. چجوری اسم شما چی بود اونجا؟ در واقع یه همچین چیزی برای ما نبود. حالا نیروهای اطلاعات چرا؟ در واقع پوشش شناسایی داشتم، ولی برای نیروهای عملیات یا در واقع واحد اطلاعات عملیات یه همچین چیزی نبود و در داخل بنده رو به همین اسم میشناختن و به همین شکل بود. در بیرون بله، شاید ما خودمون رو به اسامی مختلفی معرفی میکردیم و کسی هم متوجه این داستان نمیشد. بیرون یعنی کجا؟ در بین مردم یا اشخاصی که با ما سر و کار دارن اسم واقعی ما رو نمیدونستن. همینو عرض میکنم دیگه، یعنی شما همه اینا ظاهرن دو اسمه هستن. این از کجا شکل میگیره؟ یه فرمانه یا یک چیزیه که خود به خودی صورت گرفته، اولی که از دومی هم هم کار میکنه، یا اینکه یه دستورالعمل پشت این داستان؟ در واقع این یه تاییدیه اطلاعاتیه، یک حرکت جا افتاده در بین نظامی ها هستش که مخصوصا اشخاصی که در این واحدها خدمت میکنن، یک حرکت جا افتاده هستش بین این اشخاص که باید این کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه امنیت خودشون و امنیت در واقع محل زندگیشون و همه این مسائل رو باید انجام بدن. کسانی که در سپاه امنیت بودند و هستن لباس نظامی نمی پوشن، تمامی افراد به صورت لباس شخصی مراجعت میکنن و حتی در محل یگان خدمتی خودشون هم تا اونجا که میتونن سعی میکنن با لباس شخصی مراجعت بکنن. اگر ارزان باشه یا کسی از فرمانده های سپاه بخواد برای دیدن اون یگان بیادش، اون زمان لباس نظامی به تنشون میکنن و به قول معروف تمام درجه و اسامی خودشون رو اعلام میکنن. عرضم به حضورت که این سپاه امنیت که میگی سال 89 درست شد، طرحش رو در حقیقت فرمانده اولش کی بود؟ مسئول اولش میدونی که شما از اول وارد این جریان شدی یا بعدن به این سپاه امنیت منتقل شدی؟ چجوریه؟ بنده در سال 90 در واقع جذب سپاه امنیت شدم و خدمت شما عرض کنم که طرح این سپاه رو به خاطر اینکه شکستی که در سال 88 نیروهای نظامی که وارد صحنه تظاهرات شدن، ببینید یک رده بندی داره، یک ریتی داره. این ریت این هستش که در وهله اول پلیس و یگان ویژه وارد این برهه میشن و جلوگیری میکنن که از اینکه تظاهرات به مرحله بالاتری ورود نکنه. بعد از اون اگر شکست بخورن سپاه وارد میشه.
در سال 88 سپاه گردانهای عملیاتیش که به قول معروف در قالب بسیج فعالیت میکردن، گردانهای عاشورا بود، امام حسین بود. این گردانها میآمدن شروع میکردن به ضرب و شتم مردم و در واقع سرکوب مردم. تو سال 88 تقریبا اون هم شکست خورد، ولی حالا به هر شکلی که بود توسط قرارگاه سارالله تهران که یه قرارگاه امنیتی است و سپاه امنیت در حال حاضر هم زیر نظر اون قرارگاه فعالیت میکنه، تقریبا برهه بحران رو لحاظ نظامی از تهران و مراکز شهرهای ایران رد کرد. بعد از اینکه شکاف ها رو اینا شناسایی کردن و تونستن که خیلی از مسائل و اشخاصی که به عنوان خائن در سپاه یا در کابینه دولت یا اشخاصی که در جبهه های اصولگرا و اصلاح طلب بودن رو شناسایی بکنن، سپاه دستور تجهیز و آماده شدن سپاهی رو داد که در واقع امنیتی ترین بخش سپاه درون کشور هستش و قابلیت هر گونه عملیات و پاکسازی رو در هر منطقه‌ای داره. این افراد با تمرین ها و به قول معروف آموزش های متفاوتی که در مورد جنگ های نامتقارن به صورت مسلحانه، نه به صورت اینکه با گاز اشکاور یا باتون بخوان تو صحنه تظاهرات وارد بشن، اینا آموزش دیدن. ببینید سپاه امنیت بعد از اینکه اگر نیروی انتظامی شکست بخوره، یگان ویژه شکست بخوره، بسیج شکست بخوره و نتونه تظاهرات رو کنترل بکنه و وضعیت از حالت سفید به زرد و نارنجی و در آخر به وضعیت قرمز برسه، سپاه امنیت وارد شهر میشه و مسئولیت این یگان پاکسازی هست. هر کسی رو که در خیابان‌ها مشاهده بکنم به جهت تظاهرات، به جهت برهم زدن امنیت نظام و یا شورش علیه نظام، این افراد رو میکشن و زمانی که این نیروها وارد میشن کاملا مسلح هستن و با سلاح‌های اتوماتیک که مثل کلاش، مثل MP5، مثل M16 و کلت‌هایی که به صورت بسیار زیادی دست این یگان‌ها هستش، اقدام به پاکسازی منطقه می‌کنن. در واقع تو وضعیت قرمز سپاه امنیت دستور داره که منطقه رو پاکسازی بکنه و هیچ چیزی، هیچ کسی در اون منطقه حضور نداشته باشه. در صورت حضور اشخاص، اون اشخاص رو از بین میبره. مسئولیت سپاه امنیت این هستش. نمیشه اینطوری درست در نمیاد. ما میخوایم یه کاری بکنیم که صدامون رو همزمان کنیم. فعلا این سیستم کار نمیکنه. عرضم به حضور شما که فرمانده این سپاه امنیت کیه و شما گفتی این زیر نظر قرارگاه سارالله، قرارگاه بزرگ تهران، و طبقه بندی هایی که اینا میگیرن چه شکلیه؟ یعنی میتونی این ساختارش رو برای ما تعریف بکنی؟ ببینید طبقه بندی سیستم سپاه امنیت در درجه اول فرماندهی کلش آیه علی خامنه ایه و بعد از اون فرماندهی کل سپاه پاسداران یا در واقع فرماندهی نیروی مسلح هستش. بعد از اون قرارگاه سارالله میشه و بعد از اون در واقع بین هر استان که هر قرارگاهی که قرار داره مسئولیت کنترل اون استان رو به عهده داره. اطلاعات محرمانه ای که در مورد مناسب و اشخاصی که در این سپاه هستن بسیار محرمانه هست، به صورتی که این سپاه برای اولین بار دارای اتاق فکر هست و اتاق عملیات که از کلیه نهادهای نظامی در هر استان در داخل این اتاق حضور دارن، حتی استاندار اون استان و یا شهردار اون استان برای هماهنگی و یا نماینده آقای علی خامنه‌ای در اون استان در این اتاق فکر حضور دارن و تصمیم گیری تمام این مسائل رو به عهده اونهاست.
که عملیاتی که اگر بخوان انجام بدن یا تظاهراتی در داخل شهر به وجود اومده باشه یا کنترل هر چیزی رو به عهده این سپاه هست. از جمله کارهایی که این سپاه به موازات با کارهای خودشون انجام میدن در واقع حفاظت از محل زندگی آقای خامنه‌ای و در واقع یک سری از سران کلیدی در داخل ایران هستش که این کارها رو اینا انجام میدن. متاسفانه رتبه های بالاتری که در قرارگاه سارالله وجود دارن هیچ کدوم از اشخاصی که در داخل یگان خدمت میکنن اطلاع ندارن، به خاطر اینکه محرمانه هست و نباید از این مسئله خبر داشته باشن. تنها شناساییشون در مورد فرمانده اون سپاه اون استان و یا افرادی که در اون قسمت اون استان و در اون ناحیه کار میکنن رو اینها مورد شناسایی قرار میدن. جوری این اطلاعات طبقه بندی شده و افراد طبقه بندی شده هستن که شما به یک نقطه‌ای برای پیگیری که میرسید دیگه از اونجا به بعد هیچ اطلاعاتی وجود نداره برای ادامه پیگیری شما و این قطع میشه و عدم و علت اینکه امنیتی ترین سازمان سپاه در واقع سپاه امنیت هستش این هستش که بسیار به شکل محرمانه و امنیتی عمل میکنه. شما وقتی از ایران اومدی بیرون به اعتبار اینکه شما رو میخوان اعزام کنن به سوریه و بعد شما خب طبیعتاً به سوریه نرفتی و اومدی ترکیه، چجوری؟ یعنی اول میان از راه ترکیه این نیروها رو میبرن یا مستقیم میرن سوریه؟ چطوری شما وسط راه به ترکیه سر در آوردی؟ خدمت شما عرض کنم که بحث اعزام بنده رو اینا از طریق فرودگاه هماهنگ کرده بودن و بنده هم یک در واقع بلیتی رو به اسم شخص دیگه‌ای برای ترکیه گرفته بودن و اون در واقع در زمان محرم بودش که در ایران دهه اول محرم شروع شده بود. من اینا اعلام کردم، گفتم که اگر که من بخوام برم سوریه باید به عراق برم، اونجا مثلا برم کربلا یک زیارتی بکنم و بعد از اون زیارت من به سوریه میرم. اینا موافقت کرده بودن و حالا یه مقدارم خوشنود شده بودن از این مسئله که مثلا این نیروی ما سرش به سنگ خورده، شاید دوباره مثلا بتونه تو سوریه خدمات خوبی رو به ما بده. و من اون بلیتی که به اسم کسی دیگه ای گرفته بودم از طریق راه زمینی من وارد در واقع ترکیه شدم و هماهنگی که با دوستانم کرده بودم در مرز که این مسئله رو بتونن حل و فصل بکنن که خروج بنده رو از ترکیه به صورت مخفیانه انجام بدن از ایران به سمت ترکیه رو، خوشبختانه این کار تونست انجام بشه و من به ترکیه اومدم و پناهنده سازمان ملل شدم. و در ترکیه هم اومدن سراغ شما، ظاهرن یه دوره‌ای تصمیم داشتن که شما پلیس ترکیه نجات داد، این داستان چیست؟ خدمت شما عرض کنم که در سه برهه اینها وارد شدن و قصد این که بنده رو برگردونن به ایران و حتی دوبار تماس گرفتن به صورت تلفنی که این کار رو انجام بدن که منده موافقت نکردم با این مسئله. حتی گفتن آقا ما تخفیفات ویژه‌ای برای شما میذاریم. ببخشید این کلمات رو قطع میکنم، تلفنی یعنی تلفن شما رو از کجا به دست آورده بودن؟ چجوری یعنی اینقدر چطوری شما رو پیدا کردن تو ترکیه؟ از طریق خانواده چجوری پیدا کردن؟ والا اینو منم خودم نمیدونم، یعنی چیزی هستش که ازش بنده هم اطلاع ندارم. احتمالاً در قسمتی از حالا روند کار من در ترکیه این نشر در قول معروف خبر انجام شده و کسی بوده که از اشخاصی بوده که با اینا ارتباط داشته و ورود بنده رو به ترکیه اینها بهشون اعلام کردن و در واقع اولین باری که با من تماس گرفتن از یه شماره‌ای که شماره نبود، یک تماس تلفنی بود که شماره نداشت، تماس گرفتن اعلام کردن که ما شما رو به قتل میرسونیم، اینجوریت میکنیم اونجوریت میکنیم، پوستتو میکنیم، سریع برگرد بیا ایران و با هیچ رسانه گروهی و با هیچ در واقع دولت خارجی صحبت نکن در مورد اطلاعاتی که داری و مسائلی که هستش. من به اینا گفتم که بذارید یه مدت با هم مهلت بدید که من این کار رو انجام بدم.
من به دولت ترکیه اعلام کردم و به پلیس ترکیه هم اعلام کردم این مسئله، و متاسفانه ترتیب اثری تو این مورد نداده و دقت خاصی در این مسئله نشده. و سازمان ملل هم در واقع بخش نظامی نداره برای اشخاصی مثل من که بخواد ازشون محافظت بکنه یا به قول معروف مورد حمایت قرار بده این مسئله رو. و از سوی دیگه اینها دوباره از طریق اشخاصی که حالا نمیدونم از کجا موقعیت بنده رو شناسایی کرده بودن، باز با بنده تماس گرفتن به صورت حضوری، ولی من تلفنی با اون شخصی که به قول معروف در داخل ایران بود من باهاش صحبت کردم، گفتش که ما داریم اخطارهای آخر رو به شما میدیم و شما باید برگردی به ایران و این مسئله بسیار مهم هستش برای ما که شما به ایران مراجعت بکنی و یا میتونی همراه همین افراد همین الان بری و اینها ترتیب خروج تو رو از داخل ترکیه میدن. من ممانعت کردم و خب تقریبا اکثر جایی که در ترکیه هست دوربین داره و این مسئله باعث شد که حالا اون داستان اون سریشون هم شکست بخوره. باز هم همین روند انجام شد، من به دولت ترکیه هم باز اطلاع دادم و در واقع کاری انجام نشد. در سری آخر اشخاصی رو برای حذف فیزیکی من در ترکیه فرستاده بودن که در واقع سازمان های ترکیه اعلام کردن به بنده که این اشخاص رو در واقع تونستن شناسایی بکنن و ظاهرا بعد از شناساییشون این افراد متواری شدن. و حالا در حال حاضر وضعیت فعلی من در ترکیه به این شکل است و وضعیت بسیار نامناسبی است به خاطر اینکه به هیچ وجه امنیت جانی ندارم و توسط هیچ سازمان یا نهادی حمایت نمیشم و این واقعا مسئله بسیار سختی برای بنده هست. خانواده چه وضعی داره؟ زن و بچه داری شما؟ تنهایی؟ و خانواده خودت در ایران در چه شرایطی هستن؟ خانواده من هم وضعیت خوبی ندارن به خاطر اینکه هر روز اینها وارد میشن و سوال میکنن که آیا با شما تماسی داشته و نداشته و زیر فشار بسیار زیادی در داخل ایران هستن. متاسفانه اینها وقتی دستشون به اون شخص مورد نظر نمیرسه سعی میکنن از طریق آزار و اذیت افراد خانواده این شخص به اون درخواست هایی که دارن برسن و بتونن شخص رو مجاب بکنن که به ایران برگرده. آره ما از اینا زیاد چندیم، مثل یکیش مثل اون شهرام امیری بودش که ظاهرن کشتنشم ولی رفت تهرون و دستگل انداختن گردنش، ولی گفتن که پسرش رو آورده بودن و گفتن پسرتو میکشین، اینم به خاطر بچهش بالاخره گفته بچه همون نکش خودم میام و گرفتنش. اینا سوابق اینجوری رو شنیده ایم، تا چه حد اینا صحت داره به نظر خوده؟ 100% 100% تمام مواردی که شما شنیدین صحت داره. سپاه و اطلاعات سپاه از هر کاری برای انجام امور خودش دریغ نمی کنه. اگر روزی مردم بیان وارد خیابون‌ها بشن و وضعیت به شکلی برسه که نتونن این قائله رو ختم بکنن، من به جرئت میتونم برگردم بگم که حاضرن تک تک مردم خودمون رو بکشن، یعنی یه تیروار ببندن وسط خیابون تک تک مردم بین گل پرپر بکنن، ولی نظام و آقای خامنه‌ای سر مسندش باشه و به صدارتشون ادامه بدن. متاسفانه امروز اشخاصی در سپاه دارن خدمت میکنن که به پسترین شکل ممکن دارن کار خودشون رو انجام میدن. این افراد نفرت انگیزترین آدم هایی هستن که من در طول کل عمرم این افراد رو مشاهده کردم. من آدمی بودم که در سپاه به صورت میانه رو حرکت میکردم و از ضرب و شتم مردم و آزار مردم نفرت داشتم. اگر شما وظیفه ای دارید نسبت به اون وظیفه به شکل قانونی و قوانینی که به شما ابلاغ شده اقدام بکنید. چرا شما باید اصلا دستور آموزشی در سپاه امنیت هستش که اگر در اختشاشاتی وارد شدید و حالا اون بحث وضعیت مثلا زردش هست برای متفرق کردن مردم، تو چرا باید این باتون رو تو سر مردم بزنی؟ چرا باید به قصد کشت این آدم تو این کار رو انجام بدی؟ مگر مردم ما چه گناهی در حق شما کردن؟ چرا اینقدر به مردم ظلم میکنید؟
چرا اینقدر خون مردم رو در شیشه فرو میکنید؟ امروز مملکت ما موردش این هستش که چه میدونم یه موی یه زن بیرونه، یا چه میدونم هزار جو دردسر دیگه است. برید جلوی اختلاس ها رو بگیرید، برید جلوی این ریش دووندن های سپاه رو در همه جاهایی که داره الان مشاهده میکنید برید بگیرید. الان یک پروژه ساختمانی که در سپاه هستش، یه پروژه سدسازی، چه میدونم هر چیزی که در ایران هستش، موجی سپاه هست. چرا؟ برای چی باید سپاه این کار را انجام بده؟ چرا سپاه یه ارگان نظامیه ولی در هر چیزی دخالت میکنه؟ این باعث تأسفه. خب بذار ببینم، این تیکه‌ای که تعریف میکنی که اگر اینا مردم بیان تو خیابون، اینا تیربار میزنن تو خیابون، مردم میزنن، خب میزنن. بعد در سوریه هم همین اتفاق افتاد دیگه، یعنی سوریه هم همین داستان شکل گرفته. الان میبینی که همچنان این داستان ادامه داره. اما این آدم مثل امیررضا عباسپور که یه نفر که نیستش، که بالاخره اون سپاه امنیت چند نفر مثلا هستن؟ 100 نفرن؟ 200 نفرن؟ یه عده محدودی هن دیگه، همه مردم که عضو سپاه امنیت نیستن، که یه عده هستن اونجا. میخوام بپرسم از شما که چه تعلیمی به این میده، چه چیزی در اختیار این قرار میده که این بپذیره که تیربارو بذاره وسط میدون؟ چیه اون در واقع دستاویزی که اینا به قول خودشون، به قول بازم تاکید میکنم، به قول خودشون از شهدای مدافع حرم و اشخاصی که میرند حالا در جبهه‌های عراق و شامات و سوریه و اینها میجنگن و اعتقاد به این که آقای خامنه ای امامه، ایشون امام هستن و این که این آدم باید رو مسندش بمونه و هر دستوری که این شخص بده باید اجرایی بشه، باید اجرایی بشه. یعنی نه تو این داستان نداره. یعنی اگر آقای خامنه‌ای برگشت گفت آقا برو خودت از اون بالا بنداز پایین، این شخص باید بره این کار انجام بده و خودش هم این رو قبول داره. چه بسه چقدر من افراد دیدم بدون هیچ دلیلی زن، زندگی، بچه، بهترین موقعیت شغلی رو ول کردن، بلندشان رفتن تو سوریه، بعد چند وقت هم مردن برگشتن. چرا؟ کی حاضره؟ کدوم آدمی با عقل سلیم حاضره زن رو و بچهش رو ول بکنه بلندش رو بره تو سوریه بجنگه؟ برای کی؟ برای یه مش عراق؟ برای یه مش عراقی؟ عراقی که در زمان صدام می اومد تو شهرهای ما تجاوز میکرد به نوامیس ما، امروز همینا شدن پشتیبان اونا. چرا؟ به خاطر اینکه میگن آقا یه موقع این داعشی ها و جبهت و نصره اینا به ایران ورود نکنن، آقا بذار برسن به مرز ایران، بعد شما برو دفاع بکن، بعد برو شما دفاع بکن. چرا پول مردم رو، چرا بیت المالی که شما دارید میگید بیت المال هر روز از جیب یه آقای در میاده، 3000 میلیارد آقا این آقا خورده، 2000 میلیارد اون یکی خورده، دکل نفتی غیب شده، هزار جور مسئله دیگه، اینا از کجا میادش؟ خب من حالا سوالم همینه، مثلا وقتی آدمایی که توی این سپاه هستن میانگین سنیشون میتونی بگی مثلا 30 سالشونه، حد وسط سنشون چقدر، جوونن بیشترشون، میان سالن، چه تیپ آدمایی هستن؟ اجازه بده من وقتی گفتم شما بفهم. در واقع این افراد به سمت جوانگرایی رفتن و جذب، دقیقا من به شما اول صحبت هم گفتم این افراد کسایی هستند که در بسیج از دوران جوانی و نوجوانی رو مغز اینها کار شده. یعنی اگر مثلا شما برگردی بگی آقا فلان جای مثلا رژیم اشکال داره، طرف میپیشه و پروپاشد که آره آقا چرا شما داری این حرف رو میزنی، به چه علت داری چیز میگه، تو مخالف نظامی، تو معاند نظامی، تو محاربی. یعنی به این شکل این افراد رو نشستن شستشوی مغزی دادن از دوران نوجوانی که وقتی در جذب سپاه میشن به هیچ وجه به سپاه و به قول معروف به آقای خامنه‌ای خیانت نکنن و وقتی این کار رو انجام میدن و به این شکل جلو میرن، وضعیت میشه به این شکل که آقا طرف فردا برای کشتن مردم خودش هم هیچ ابایی نداره، میره و این کار رو انجام میده.
درسته، ولی خب ریزش داره این آدما، خب مثل شما یکی که نیستش که، حتما مثل شما زیادن آدمایی که ناراضیان از شرایط، حرفی نمیزنن، زورش نمیرسه، سکوت میکنه. این رو چجور تعریف میکنه؟ همه یه دست که نیستن که. نه همه یه دست نیستن، ولی افراد بسیار زیادی هم هستن در این کنار که در سپاه دارن خدمت میکنن، دارن در سپاه کار میکنن و مخالف بسیاری از سیاست‌های نظام یا سیاست‌های رژیم هستن که در اونجا براشون به وجود اومده. ولی به علت اینکه اینها در داخل ایران درگیر هستن، مسائل اقتصادی دارن، مسائل زندگیشون هست و هزار جور داستان دیگه، همونطور که دارن نگاه میکنن، برفرض مثال من یه نمونه هستم برای اونها، میبینن آقا مثلا آقای امیر عباسپور از ایران خارج شده، خانواده‌اش هر روز مورد تهدید هست، در ترکیه احتمال ترورش هست، هزاران مشکل دیگه براش داره به وجود میاد. خب اینها همش برای این افراد مشکل ایجاد میکنه، اینها مجبور میشن سکوت بکنن، به کارشون ادامه بدن، ولی تو وضعیت شرایطی بشه که بتونن تلفیق بکنن خودشون رو و بین مردم خودشون رو جا بدن، 100% تعداد زیادی هستن که در سپاه ریزش بکنن و به مردم بپیوندن و بتونن این رژیم رو از پا بندازن. این مسئله هستش، به صورت قطعیت این مسئله وجود داره، بنده هم منکر این مسئله نیستم، ولی در هر صورت این وضعیت فعلی هستش که سپاه پیش گرفته. و بعد از فوت آقای رفسنجانی که در واقع میشه گفت بسیاری از نفوذها و بسیاری از تندرویها رو ایشون جلوش رو میگرفت و نمیذاش که این مسئله باعث بشه. البته خود آقای رفسنجانی هم به نوعی قاتل هستش، در چند سال اخیر مخصوصا بعد سال 88 ایشون دشمن مشترکی پیدا کرد با مردم به اسم آقای خامنه ای، وگرنه قطعهای ایشون و کارهایی که ایشون در نظام جمهوری اسلامی انجام دادن بر هیچ کسی و هیچ تنابندهی پوشیده نیستش. به قول معروف میگن که چی میگن، رفیق شغال رفیق سگی، و همشون از دم یه پا گرگن، هیچ فرقی نمیکنه. بسیار خوب، حالا میپرسم از شما که برمیگردیم سال 88-89، شما یه موقع یه جوان 22 ساله هستی، بسیجی هستی و توی خیابونی دیگه، به هر حال داری مقابله میکنی دیگه، نمیتونی که. بعد اتفاقی که میفته در همون 88، تو همین حرفای شما میشه پیداش کرد که اصلا علت این که این سپاه امنیت رو درست کردن هم خود گفتی که به خاطر همین موضوع بود که نمیتونستن. چقدر در اون دوران به نظر خودت با اطلاعاتی که داری و جست گریخته، چقدر ناراضی وجود داشت در میان خود اینا، خود نیروهای سپاه اینا، یعنی وقتی درگیر میشدن با مردم چجوری بود؟ صحنه رو چجور تعریف میکنی؟ ببینید، بسیج یک پوهنهایی رو به اون شخصی که واردش میشه میده، مثل دانشگاه رو انتخابش رو براش درصد بیشتری میده که در کنکور قبول بشه، سربازیش رو براش سهل و آسون میکنه و بسیاری از موارد و چیزهایی که در اختیار این افراد قرار میدن. ولی صحبت اینجاست، بحثی که در سال 88 پیش اومد، تظاهرات مردم و کاری که مردم در سال 88 داشتن انجام میدادن تقریبا شدنی شده بود این داستان، یعنی نظام داشت سقوط میکرد و این مسئله داشت اتفاق میافتاد و خیلی ها هم چون هنوز به قطعیت این داستان نرسیده بودن عملیات رو شل کرده بودن و باعث این مسئله که این عملیات شل شد. و حالا بعد اون صحبت هایی که آقای خامنه ای در اون نماز جمعه تاریخی انجام دادن رو، حالا اون داستانایی که شد، یه جورایی این قائله خوابید. ولی این اشخاص بودن و ما مشاهده می کردیم که این اشخاص به شکلی کنار کشیدن و دست از سرکوب مردم برداشتن، چون خودشون هم خسته شده بودن، تا چقدر می تونستن بزنن، تا چقدر می تونستن حریف مردم بشن. ما داشتیم ویدیوهایی که مثلا می دیدیم بسیاری از هنرمندایی که الان در صدا سیمای جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن، اینها به سمت مردم اومده بودن. یعنی یک نمونهش ما فیلمی که در داخل سپاه داشتیم، آقای رضا عطاران بود، ایشون خودش در مینیبوسی که دستبند سبزی هم دست ایشون بود
ما آرشیوش رو اینو در اون زمانی که بنده دست پا بودم ما آرشیو اینها رو داشتیم، نگاه میکردیم، تیمای اطلاعات شناسی ایشون شناسایی کرده بودن. و این مسئله برای همه در واقع طبقه های مردم و اقشار مختلف مردم وجود داره، هم نظامی، هم هنرمند، هم سیاسی. کما اینکه بعد از سال 88 خیلی از اشخاصی که در دولت اصلاح طلب بودن یا اشخاصی که در دور آقای میرحسین موسوی بودن رو بازداشت کردن و زندانشون کردن یا حبسای خونگی یا حالا اصلا وضعیت نامعلومی دارن. ولی این مسئله بود، ترس این افراد از این بودش که بیان این کار رو انجام بدن و نیروهای نظامی که تندرو هستن، حزب اللهیایی که لباس شخصیایی که پیرو آقای خامنه‌ای هستن، پیروز این مسئله بشن. زمانی که پیروز بشن خب این افراد 100% شناسایی میشن، بعدش دستگیر میشن و اون مسائل بعدی که خودتون بهتر از من در جریانش هستید. خب این بسیار دردناک بود، به خاطر همین ریس نکردن، ولی به شکلی مسیر رو برای مردم آسوده تر کردن. شاید اگر مردم در اون زمان یک دستگی بیشتری داشتن و در تمام شهرهای ایران شروع میکردن به تظاهرات کردن و کار رو به قول معروف پیش میبردن، در واقع نظام تموم شده بود. چون ارتش علنا در نظام جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن نداره. تصویبیه‌ای که سپاه یا در واقع نیروهای مسلح به بقیه نیروهای مسلح داده، برگشته گفته اگر شما جذب میخواید بکنید نیرویی رو برای ارتش، برای نیروی انتظامی، یگان ویژه، یگان سرکوبگر، هر جایی میخواید اقدام بکنید، اولویت جذب شما با افراد بسیجی هست. افرادی که دارای حکمای بسیجی ویژه هستند، بسیجی فعال هستند، سوابق زیادی در سپاه و بسیج دارن، این افراد اولویت دارن که در نیروهای نظامی جذب بشن، نه اشخاص دیگه. این به صورت رسمی به تمام نیروهای نظامی ابلاغ شده و مستند هست این مسئله. جالبه. عرضم به حضورت که برگردیم دوباره به همین موضوع سپاه امنیت و میگی که اینا رو طوری تربیت کردن که در حقیقت کاری ندارن جز این که حفظ نظام، نظام رو نگه دارن با هر قیمتی که ممکنه. تو خود این سپاه میشنویم جست گریخته در بین خبرها، لای به قول معروف بیتوین د لاین، بین خطوط میشه بخونی که اختلافاتی هم بین همه اینا وجود داره، یعنی اینا هم خودشون یه دست نیستن. تا چه حد این استدلال میتونه درست باشه؟ نمونه بارز این مسئله آقای محسن رضایی هستن. ایشون گرایش شدیدی به اصلاح طلب ها دارن و در واقع در زمان حیات آقای رفسنجانی مأمور عضوگیریه از فرماندهان سپاه یا اشخاصی بودند که به طرز فکری ایشون و خط فکری اصلاح طلب ها یا در واقع آقای رفسنجانی نزدیک باشه و ایشون این کار رو انجام دادن و در واقع سپاهیایی که به عنوان که سرسپرده آقای خامنه ای بودن از آقای محسن رضایی نفرت داشتن. و این مسئله در چندین جلسه‌ای که ما حضور داشتیم و با این اشخاص صحبت می‌کردیم و مصاحباتی داشتیم و گفتگوهایی داشتیم، این مسئله رو عنوان کرده بودن و این به صورت مشهود در سپاه بود که یک سری از اینها نرم هستن، یعنی در واقع به شکل متعادل تری در سپاه حضور دارن، یک سری از این افراد تندرو هستن و امروز هر مصیبتی که ملت ما دارن میکشن از این افراد تندرو هست. لباس شخصی های تندرو، حزب اللهی های تندرو، بسیجی های تندرو، امنیتی های تندرو. و این افراد هیچ رحمی نسبت به مردم ندارن، میگن آقا اگر یک نفرم توی این مملکت نبود نبود، آقای خامنه ای باشه بس برای ما. طرز فکری این افراد چی ازش حالا این هستش که این دارن اینجوری برخورد میکنن و منطقشون رو هم من هیچ وقت نفهمیدم. آیا یه مملکتی که وقتی یک رئیس جمهور داره و منتخب مردم هست و تمام امور اجرایی نظام رو داره انجام میده، بودن رهبری در اینجا برای منده سوال هستش که چرا باید رهبری وجود داشته باشه؟ چرا باید این شخص بیاد در
به قول معروف سر نظام قرار داشته باشه و در هر جایی که بخواد مثلا مسئله پیش بیاد با حکم حکومتی یا با حکم به قول خودشون رهبری وارد این مسائل بشه. خب این جای تأسف داره. شما توی فرازی از صحبتت اشاره میکنی به اینکه کار شما در حقیقت سپاه امنیت بررسی اوضاع احوال امنیتی است و شناسایی میکنید، سوژه تعیین میکنید، به هر حال روی اپوزیسیون هم کار میکنین دیگه، یعنی اینکه خطوطی که در خارج از کشور هستن، کدام از این نیروهایی که در بیرون هستن به طور اسمی، نه به طور سازمانی نمیگم، به طور اسمی مثلا سلطنت طلبا، طرفداران رضای پهلوی، هیچ آماری تحقیقی در این زمینه شده که مثلا نشون بده که آقا اینا تعدادشون غلبه داره، نیروی نمیدونم سکولارها بیشتر قوی هستن، کدام طیف اونجا روش کار میشه و چه تحقیقی تو این زمینه شده؟ بفرمایید. من خدمت شما عرض کنم که سپاه امنیت وضعیت و مأموریتش داخلی هست. اگر که مثلا از مثلا جبهه، منم همینو میگم، مثلا در داخل مثلا مجاهدین چه نقشی دارن، سلطنت طلبها چه نقشی دارن، نیروهای دیگه سکولارها چه نقشی رو دارن، اینا رو چجور تعریف میکنن توی چارتی که برای شما تعریف میکنن، اینا رو چجور ردبندی میکنن؟ در واقع همه این افرادی که شما اسپوردی در منظر رژیم، اینها همشون منافق هستن و اشخاصی هستن که سعی بر براندازی نظام یا سعی در خدمت شما عرض کنم تظاهرات علیه نظام دارن و طبقه بندی خاصی نداره. سپاه در ایران به این افراد به یک چشم نگاه میکنه. اینکه مثلا حدی رو برای این افراد مشخص بکنه، بگه آقا مثلا این شخص وضعیتش در اینجا قرار داره و این شخص وضعیتش در اینجا قرار داره، این مثلا آسونه، این سخته، این مثلا دشمن خیلی بد ما هستش، به این شکل نیست. همه رو به یک چشم نگاه میکنه. این نیستش که مثلا بخواد طبقه بندی بکنه. و در واقع اشخاصی هم که اگر داخل ایران فعالیت داشته باشن که نمیتونن فعالیت داشته باشن، اگر هم داشته باشن به صورت بسیار مخفیانه هستش، به خاطر اینکه وزارت اطلاعات و سپاه و اطلاعات سپاه تلفن‌های مردم رو شنود میکنه. در طول یک روز 45 میلیون مکالمه تلفنی شنود میشه و از این 45 میلیون نزدیک 1 میلیون شایعه هستش، 2 میلیون به اصطلاح نظامی ویروسی هستش که اونها رو پیگیری میکنن، به دستگاه دیگه مراجعت میدن که بقیه ارتباطات این شخص رو کنترل بکنن، ببینن به چه شکل هستش. و بقیه صحبتایی که در این 45 میلیون مکالمه توسط دستگاه کدینگی که دارن انجام میشه مکالمات عادی هست و این به این شکل سازماندهی میشه. در واقع من فکر نمی کنم در داخل ایران اشخاصی بتونن به صورت علنی در برابر مثلا رژیم ارزندام بکنن و مثلا برگردن بگن که آقا مثلا ما طرفدار پهلوی هستیم یا ما مجاهد هستیم یا ما مثلا سکولار هستیم. نمیتونن این کار رو انجام بدن به خاطر اینکه سپاه در نطفه و در واقع سپاه امنیت در نطفه اینها رو خفه میکنه و سرکوبشون میکنه و از بین میبرتشون. خب این تیکه کدینگی که گفتی کلیده، یعنی اینکه بالاخره 45 میلیون تلفن رو بخوای کنترل کنی که بعد 45 میلیون آدم بشونی پای تلفن ها که اینا رو بشینه گوش بده. بنابراین اینطوری نیست، همونطور که شما توضیح دادی به اون دستگاه مربوطه یه سری اطلاعات اولیه رو در اختیارش میذارن، میگن مثلا اگر به این کلمات رسیدی عکس العمل نشون بده، هر جوری هست من نمیدونم، ولی همون کدینگی که گفتی درسته. ولی خب میشنویم مرتب که مثلا آدم ها رو گرفتن، این مجاهده، اون نمیدونم چیه. الان خیلی از آدم هایی که در زندان هستن، از جوون ها، سالخورده ها، میان سن ها، اینا بالاخره اینا رو وصلشون میکنن به یه جریانی دیگه، میگن مثلا این طرفداران سلطنت طلبا بودن، اینا نمیدونم مجاهدین بودن. از کجا میارن پس اینا رو به اینا میبندن؟ ببینید
اینها شناسایی میشن توسط همون کدینگ اون دستگاه یا ارتباطاتی که توسط تلفن هایی که به خارج انجام میشه اینها شناسایی میشن. بخش خارجی این تلفن ها نفرات پای این تلفن نشستن و شنود میکنن و حتی گوشی اون شخص رو در داخل ایران به صورت کامل اطلاعاتش رو دارن. یعنی اگر شخص تلگرام داشته باشه، وایبر داشته باشه، واتساپ داشته باشه، هر وسیله ارتباطی که به صورت اینترنتی هم داشته باشه، به غیر از مکالمات تلفنی که توسط خط انجام میشه، اینها شنود میکنن، پیگیری میکنن و بررسی انجام میدن، براش پرونده امنیتی باز میشه و بعد از پرونده امنیتی نسبت به حضور فیزیکی و جاهایی که این شخص رفت آمد میکنه اقدام میکنن و اگر که رابطه این شخص رو با جاهایی که مد نظرشون هست مثل مثلا جبهه پهلوی یا جبهه مجاهدین یا اشخاصی که قصد براندازی یا ضربه زدن به نظام رو دارن رو شناسایی میکنن، اینا رو دستگیر میکنن. سیستم دستگیری اینها به این شکل است، یعنی کاری که اینا انجام میدن و اون دستگاه کدینگی که به اون کلمات میرسه، اینا بررسی میکنن چه گفتگویی رو این شخص انجام داده، گفتگو رو پلی میکنن، گوش میدن، بررسی میکنن، جوابنش رو توسط چند تا کارشناسی که در داخل وزارت اطلاعات هست اینها رو همه رو بررسی میکنن. بعد از بررسی اگر مورد خاصی نباشه که هیچی، این در آرشیوشون در مدتی میمونه، ولی اگر که مورد خاصی باشه برای پرونده تشخیص داده میشه و افرادی نسبت به پیگیری و شناسایی اون اشخاص رسیدگی میکنه. ما توی بیرون اینجا که هستیم میشنیم مثلا یه آدمی هست به نام حسن عباسی و این میاد مرتب صحبت میکنه، رواقی پور نمیدونم این آدم ها. اینا کیان؟ چیان؟ اینا برای شما حرف میزنن؟ برای سپاه کار میکنن؟ چی جوریه داستان اینا؟ چی میدونی راجع به این آدم ها؟ من اولین بار هستش که اسامی این افراد رو از سمت شما میشنوم. من آشناییتی نسبت به این افراد ندارم و اطلاعاتی در مورد اینها ندارم. حالا اگر توضیح بدید که این افراد چی کار میکنن شاید بتونم یک راهنمایی انجام بدم. آره یکیشون هستش که میگه من رئیس دکترین نمیدونم سیاسی نظامم حسن عباسی و مرتب تو دانشگاه ها این ورانور صحبت میکنه. میخواستم ببینم اینا چیان؟ چیان؟ چیزی از اینا میفهمی؟ میدونی؟ بفهم. متوجه حرف شما شدم. این اشخاص در واقع تقریبا شبیه چه میدونم چه اسمی واقعا میشه روی این آدم های پست و رذل گذاشت نمیدونم، شبیه آقای رافعی پور. این مردک میاد مثلا میشینه در تلویزیون یا مثلا در دانشگاه ها یا در جای دیگه میشینه صحبت میکنه، میشینه حرف میزنه، چیزهای چرت و پرت برمیگرده میگه، همش صحبت از ما میکنن. این مایی که دارن صحبت میکنن مربوط میشه به آقای خامنه ای، یعنی که آقا من نماینده آقای خامنه‌ای هستم، بلند شدم اینجا امروز تو این دانشگاه دارم به شما دستورات ایشون رو و حرفایی که ایشون در گوشی به بنده زدن رو من دارم به شما ابلاغ میکنم. و کسانی هم که میرن میشینن پای صحبت‌های این آدم‌ها، حالا اون اشخاصی که آگاه باشن که آگاهن، اون اشخاصی که مغزشون شستشو داده شده باشه، این افراد دیگه معلوم الحالن، وضعیتشون مشخصه که به چه شکل است. هرچی اونا میگن یه کفی هم اینا میزنن و براشون یه احسنت و باریکالله و یه صلواتی هم میفرستن که فیض ببرن. این اشخاص در واقع مبلغان نظام هستن، کسانی هستن که اقدام میکنن با دلایل موجهی که از سمت خودشون ارائه میشه به شستشوی مغز جوانهای ایرانی و حمایت میشن از طرف نظام، از طرف جمهوری اسلامی، از طرف سپاه، از طرف نهادهای امنیتی. چجوری میشه یک نفر آقا در مثلا یک هفته 7 روزش رو هر روزش رو در 2 جا سمینار داشته باشه؟ با کجا اینا هماهنگ میشه؟ شما نگاه بکنید پیشینه این افراد، نگاه بکنید نامه هایی که میارن، نامه هایی که به دانشگاه ارجاع میدن، ورود هایی که اینا دارن، تمامشون یا از دفتر بیت علی خامنه ایه یا از سپاه هستش یا از بسیج هستش، همش از اینجاست. یعنی این اشخاص وابستگیشون و سرسپردگیشون کاملا مشخصه. فقط کافی هستش که مردم در مورد این مسئله دقت بکنن و بفهمن که این افراد چه اشخاصی هستن، دارن چه چیزی رو تبلیغ میکنن بین مردم،
چه حرفهایی رو دارن به مردم در واقع تو مغزشون میخورونن که آقا شما باید به اینها اعتقاد داشته باشی. خارج از تبلیغهایی که این افراد دارن میکنن، ترس رو در اندام اشخاصی میندازن که مخالف نظام هستن. یعنی این اشخاص میان در داخل دانشگاه میگن آقا اگر فلان روز فلان جا اومدی فلان کارو کردی میزنن تا کشته میشی یا خانوادت رو دستگیر میکنن و شکنجت میدن. یعنی علنا در صحبتهاشون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این موارد اشاره میکنن. خب این جای تأسف داره. آخه چرا باید یه نظامی بلند شه بیاد یه همچین کاری انجام بده و یه همچین حرکتی بیاد انجام بده؟ چرا این افراد باید بیان یک همچین کاری رو انجام بدن؟ این باعث تأسفه. چرا باید به همین شکل باشه؟ علل این مغز شستشوی مغزهایی که امروز داره اتفاق میفته این افراد هستن. یه مش آدم همگرای خودشون رو جمع میکنن دور خودشون، صدا سیمای جمهوری اسلامی هم آقا بلند میشه میاد اون رو پخش میکنه، تبلیغ میکنه، در تلویزیون میذاره، در بسیج میبرن این رو بین نوجوانه مردم میذارن. تمام اینها وقتی اقدام میشه روش، مغز مردم مورد شستشو قرار میگیره. فکر کن شما هر روز یکی برگرده بیاد فلان کلمه رو بهت بگه، دیگه بعد از مثلا یک ماه یا دو ماه میشه ملکه ذهن شما. شما میگی آقا این کلمه رفت تو مغز من. حالا ملتی که دارن در داخل ایران زندگی میکنن هر روز این کلمات داره بهشون گفته میشه. شما صدا سیما رو نگاه میکنه یا یه آخوندی نشسته داره آقا در مورد نظام صحبت میکنه، ضربه زدن به نظام صحبت، مسائل امنیتی صحبت میکنه، اون یکی میاد برای مردم روش خط مشیتی تعیین میکنه، آقایون میان میشن برمیگن آقا میخوای جمعیت رو ببری بالا، 7 تا بچه 8 تا بچه شما باید داشته باشی، آیا شما نون این بچه ها رو میدی؟ تقبل میکنی هزینه این که آقا این شخص بیاد آقا 10 تا بچه به وجود بیاره که چی بشه؟ که فردا آقا مغز اینا رو شستشو بدن بشن آقا سربازان امام زمان، مطیع امر رهبر. رهبر که چه از کنه؟ مطیع امر امام. چه کاری داری شما میکنید؟ چه دارید به سر مردم میارید؟ چه دارید به سر ملت میارید؟ اون واقعا جای تأسف داره. من نمیتونم اصلا چیزی در مورد این افراد بگم و امیدوارم روزی برسه و روزی ایران رو آزاد ببینم و تمام این مسائل و این افراد از صفحه زمین پخت در واقع محو بشن و هیچ چیزی از اینها وجود نداشته باشه. بسیار. اجازه بده برم یه پرسش دیگه از شما بکنم و اون اینه که شما به عنوان یه بسیجی ویژه اگر اشتباه نکنم بسیجی ویژه وارد دانشگاه میشید و در دانشگاه قزوین در رشته حقوق درس میخونید. وضعیت دانشگاه ها چجور هست و دستگاه امنیت چگونه در دانشگاه ها رفتار میکنه؟ چه اطلاعاتی در این زمینه داری؟ اگه اطلاعی نداری خب میگی اطلاع ندارم. میشنویم بفرمایید. من اطلاعات خوبی هم اتفاقا دارم در مورد بحث دانشگاه ها. یک واحدی هست به اسم حراست و در کنار حراست واحدی هست به اسم بسیج دانشجویی. در واقع تمام محل‌هایی که هماهنگی میشه با این اشخاص که میان سخنرانی‌هاشون رو انجام میدن و کارهای حفاظتی و امنیتیشون رو انجام میدن با همین دوتا واحد انجام میشه، حراست دانشگاه و بسیج دانشجویی. و تمام مسائل مذهبی و فرهنگی که در داخل دانشگاه ترویج داده میشه توسط این دوتا واحد داره انجام میشه در دانشگاه. متاسفانه فیلترینگ بسیار شدیدی توی این مسئله در دانشگاه هست، کما اینکه ما مثلا در دانشگاه آزاد میبینیم حتی اینها هم ورود کردن در هر دانشگاهی، علمی کاربردی، پیام نور، خدمت شما عرض کنم، آزاد، سراسری، دانشگاه دولتی، هر دانشگاهی که شما نگاه بکنید این دو واحد جزء لاینفک اون دانشگاه هستش و اینا ورود میکنن اونجا و اشخاصی که حتی مخالف نظام هستن و مخالف رویه های پوششی در داخل جامعه هستن رو علنا بنده مشاهده کردم که اینها می اومدن اونجا به اینا تذکر میدادن و چیز میگن. ولی بنده در زمان دانشجویی، یعنی نه در زمان دانشجویی، هم در زمان دانشجویی، هم در زمانی که بنده در سپاه خدمت میکردم، هم در دوران بعدش هم پوشش مردم و طرز گفتار مردم یا حالا
توهین به خامنه ای و فلانی حرفا برای من مشکلی نبود، برای اینکه میگفتم آقا این شخص بر این باور عقیده داره و من به عقیده این آدم احترام میذارم. برای من سپاه فقط کار بود، نه اینکه سپاه برای من پیروی دینی داشته باشه یا مثلا پیروی مذهبی داشته باشه. این رویه بنده در دانشگاه هم ادامه داشت. اگر مثلا یه دختری میومد به قول اینها حجابش بد بود، به من ربطی نداشت، من مسئول نبودم تو این مورد دخالت بکنم. ولی افرادی هم میدیدم که آقا همرده بنده بودن، میومدن در همه مسائل هم دخالت میکردن، در همه مسائل هم ورود میکردن. حتی دیده بودم بدون داشتن هیچ حکمی و داشتن هیچ مرجع قضایی به شخص تذکر میدادن، به قول خودشون میگفتن آقا امر به معروف نهی از منکر. آقا مگه تو ضابط قضایی یا مثلا چه چیزی داری به صرف این که تو مثلا یک بسیجی هستی باید بری جلوی مردم رو بگیری، ماشین مردم رو نگه داری، به مردم تذکر بدی، در خیابون درگیری ایجاد بکنی، آقا روسری تو بکش جلو، خانم شلوار تو درست کن؟ خب این یعنی چی؟ کدوم در کجای قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته که یک بسیجی آقا میتونه بلند شه هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده، مردم رو ضرب و شتم بکنه؟ آیا نظام نیروی نظامی نداره؟ یگان ویژه پس چیه؟ پلیس پس چیه؟ این گشتای ارشادی که دخترای مردم رو میگیرن دستبند میزنن، مورد خشونت قرار میدن، ضرب و شتم قرار میدن، اینا رو میبرن، پس اینا چی هن؟ چقدر باید سرکوب توی مملکت و نظام وجود داشته باشه؟ بله میدونم اینا رو میفهمم، ولی اون چیزی که باز نمیفهمم اینه که یه جوونی که متولد سال 67 الان نزدیک 30 سالش 28 سالش، خب این از روز اولی که این انقلاب شروع شد همین شکلی شروع شد، یعنی تفنگ رو دادن دست بچه خورده ها و این بچه خورده ها قدرت داشتن دیگه. همین رفسنجانی هم توی یکی از همین نواراش این هست که میگه که با اینا میگه که شما یادتون رفته که چه کسی این مقام ها رو به شما داد، چه کسی اسلحه رو به شما داد و این قدرت رو که از لوله اسلحه بیرون میاد در اختیار شما قرار داد. و بنابراین بعد اشاره میکنه به خمینی، مقصودش بیشتر خودشه، ولی خمینی رو میکشه وسط و میگه خمینی، نقش خمینی این وسط چیه الان در حال حاضر در سپاه؟ نگاهش به خمینی چه نگاهیه؟ شما به عنوان یه افسر اطلاعاتی به خمینی چجوری نگاه میکنی؟ مقامش در مقابل خامنه ای چگونه است؟ بفهمید. سپاه در مورد این مسئله نفرت بسیار زیادی رو در مورد این داستان داره، حتی نسبت به نوه آقای خمینی سید حسن خمینی این نظر رو داره. و چون گرایشاتی که آقای حسن خمینی از خودش نشون داده نسبت به آقای رفسنجانی و مسائلی که بودش، این مسئله باعث شد که سپاه این داستان رو انجام بده که بگه آقا اینها مخالفان سرسخت آقای خامنه ای هستن و اصلا به هیچ وجه نگاه خوبی ندارن، غیر از اون اشخاصی که در داخل سپاه با افکار و خط فکری آقای رفسنجانی و برفرض مثال نوادگان این آقای خمینی امام خط فکریشون یکی هستش. غیر از این اشخاص الباقی از آقای خمینی و به قول معروف از اشخاصی که امروز سر مسجد هستن، از جمله آقای رفسنجانی که سرشو کردن زیر آب، نفرت دارن. در واقع نشونه بارزی که میشه به این مسئله کرد رحلت امام در سال پیش بود، در سال 94 یا فکر کنم همین امسال بودش، فکر میکنم همین امسال بود که ما مسئول حفاظت گیت ها بودیم در زمان ورود علی خامنه ای، که اونجا که ما حضور داشتیم خامنه ای اومد شروع کرد به تحریف نقش امام در زمان انقلاب. حالا این تحریف به چه صورت و چرا انجام گرفت؟ تحریف به این علت انجام گرفت که اینها اومدن اعلام کردن که
چرا شما اومدید در به قول معروف مرقد امام کاخی رو ساختید؟ کجا امام دنبال این مسائل بود؟ چیزهایی بود، صحبتهایی بود که آقای خامنه‌ای صحبت کردن و برگشتن گفتن امام دنبال تجملگرایی نبود، امام دنبال این داستانهایی که امروز شما برای خودتون درست کردید نبود، این کاخ و این ستونهایی که درست کردید، این مقبره طلایی که ورداشتی شما امروز درست کردید، امام دنبال این مسائل نبود، دنبال مسائل دیگری بود، دنبال کمک به مردم بود. دیگه من میگم خندم میگیره و خیلی مسائل دیگه به این شکل بود و در واقع داشت به این مسئله اعتراض میکرد. و روز قبلش هم که آقای روحانی برای سخنرانی توی مرقد امام حضور پیدا کردن، عده‌ای از تندروها و اشخاص سپاهی و بسیجی که اونجا بودن شروع کردن به شعار سر دادن علیه اصلاحیون و اصلاح طلبها و روحانی و آقای رفسنجانی، مرگ بر منافق، مرگ بر ضد ولایت فقیه و از این دسته شعارهایی که همیشه شما تو نماز جمعه هاشون شاهد هستین که اعلام میکنن. و سپاه به شدت نسبت به این مسئله و این افراد متنفر هستش. فیلمی که دختر آقای هاشمی سر تابوت پدر و خودشون هستن در داخل حیات که به سرلشکر میگن که پدر من فتنه نبود، در واقع کلیه سران نظامی نسبت به اشخاصی که دوروبر آقای رفسنجانی بودن و با ایشون ارتباط داشتن، این افراد رو فتنگر و معاند نظام نام می بردن. در برهه‌ای از زمان آقای رفسنجانی برگشت گفت کشورهایی که نیروی نظامیشون رو تعدیل کردن و پولی که صرف مصارف نظامی می شد صرف اقتصاد خودشون کردن، امروز مشکل اقتصادی ندارن، مشکل جوون بیکار ندارن. اولین کسی که بهش اعتراض کرد فرمانده سپاه انصار بود. برگشت اینجوری کرد، گفت آقای رفسنجانی اگر ما حفاظت شما رو برداریم که شما سر یه ساعت میمیری. و فشارهایی که از سپاه آوردن و تمام افسران و سرداران سپاه نسبت به این مسئله اعتراض کردن، آقای رفسنجانی حرف خودش رو پس گرفت، گفت البته اقتدار و مسائلی که ما داریم در داخل مملکت، که امروز این امنیت در داخل مملکت برقرار هست، این نعمتی است برای ما. و به این شکل از طریق فشارهایی که سپاه بهشون آورد این حفر خودشون رو در واقع پس گرفتن. و بسیاری از صحبتهایی که کردن که باعث شد که در واقع این ترور بیولوژیک یا یک ترور ساده‌ای در مورد آقای رفسنجانی انجام بدن و تنها رقیب آقای خامنه‌ای که در نظام حضور داشت و شاید برگ برنده‌ای بود در انتخابات سال 96، تمام این احتمالات رو از بین بردم. با توجهی که صحبته که آقای رفسنجانی در زمانی که به مسند تشخیص مصلحت نظام نشست، برگشت گفتش که رهبری رو میخوایم شوراییش بکنیم، قانون اساسی رو میخوایم دوباره از نو بنویسیم. تمام این مسائل رو که شروع کرد به گفتن، نظام و علی خامنه‌ای آگاه شد از اینکه آقا این شخص چه نقشه‌ای رو در سرش داره. و چون وجودش رو بسیار سنگین میدید، مجبور شد که این رو حذف بکنه از سیستم و در واقع از بین ببرتش. همونطور که شما میگین حتی یک عکس رو هم از به قول معروف از جنازه ایشون در ملأ عام یا در واقع در فضای مجازی پخش نشد. و خیلی جالب هست اینجا اینا خودشون به خودشون هم شک دارن، یعنی گرگو داره میگیره. وقتی که قرار شد که آقای خامنه‌ای بر سر جنازه آقای رفسنجانی نماز بخونن در روز تشییعشون، سپاه انصار تابوت رو به سپاه ولیعهد تحویل میده و سپاه ولیعهد، بالاخص سپاه ولیعهد، مسئولیت حفاظت علی خامنه‌ای رو به عهده داره و این سپاه باید از همه جوانب مستدل بشه که هیچ خطری علی خامنه‌ای رو تهدید نمی‌کنه. به خاطر همین مسئله جنازه آقای هاشمی رفسنجانی رو و تابوت ایشون رو از دستگاه ایکس ری که داخل و محتویات داخل حتی جنازه رو هم نشون میده رد کردن که متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده و چه داستانی شده. یعنی که بمبی چیزی توش نذاشته باشن، تو جنازه بمب نشه. ولی این نواری که هست، من حالا
وقتی دیگر به اون خواهم پرداخت. خود خانواده میگه اجازه نه، مهدی اونجا نشسته میگه که این نمیتونید، درشو نمیذاریم باز کنن، نذار درشو باز کنن، هیچی. خودشون اصرار دارن که این اتفاق نیفته، خانواده رفسنجانی، بر اساس همین ویدیویی که پخش کردیم. بفهم به خاطر اینکه دستوراتی که از سمت سپاه به اینها ابلاغ شده، اگر که در باز بشه، در واقع در تابوت بنده تا اونجایی که اطلاع دارن توسط تیمای چکو خونسا پلم میشه، و اگر اون پلم باز بشه و در واقع از بین بره، چون اینها چک میکنن قبل از اینکه آقای علی خامنه‌ای بخواد بیاد بر سر جنازه آقای رفسنجانی نماز بخونه، در محوطه دیگه و در جای دیگه دوباره اون تابوت چک میشه که این پلمپ‌هایی که انجام دادن، اون موارد امنیتی که انجام دادن هنوز سر جاش هست یا نه. علت اینکه آقای مهدی هاشمی به این مسئله اشاره کردن این هستش که در تابوت باز نشه، چون اون پلمپ‌ها اگر باز بشه اون پلمپ‌ها از بین میره و دوباره این روند باید از اول انجام بشه و مشکل امنیتی به وجود میاره و کسانی که این کار رو انجام بدن هم مورد تعقیب قضایی قرار میگن. به خاطر این مسئله علت اشاره‌ای که ایشون کردن به این هستش که این مسئله رو بهش اشاره کردن. بسیار خوب. عزم بزرگ شما، من فقط یک 5 دقیقه وقت داریم، میپرسم از شما تو این جریانی که شما سپاه امنیت وجود داشت، بخش شایع سازی هم داشتید یا فقط اون به شما اصلا ارتباطی نداشت، کاری به این داستان نداشتید؟ نمیدونم چی هستش، ولی نه اصلا به واحد ما و این داستان ها هیچ ارتباطی نداشت. بسیار ممنونم از شما آقا، سپاسگزارم ازت. اجازه میخوام در یه فرصت دیگری، چون میدونم بعد از این برنامه بازخورد خواهد داشت، بنابراین حتما پرسش خواهند کرد مردم، و من در یه فرصت دیگری اگر شما هم حاضر شدی که ادامه بدیم، یه گفتگوی دیگر رو با شما ادامه خواهم داد. به هر حال از حضورت ممنونم، برات آرزوی سلامتی میکنم، مراقب خودت باش تا اینکه از این خطر دور بشی. به هر حال ممنون و متشکرم، تا یه دفعه دیگه که با هم حرف بزنیم. مرسی. ممنون و تشکر از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. واقعا ممنون. خداحافظتون. متشکرم. به هر حال شنیدیم صحبت‌های آقای امیررضای عباس‌پور رو، عضو سپاه امنیت. امیدوارم که کمک کنه به ما و بدانیم که داستان گره رو چجوری باید باز کرد. و با جار و جنجال و نمیدونم اینجوری حل و فصل نمیشه. میبینی که چجوری درست کرده، و خوبه که اینا رو بشناسیم، بشنویم، تا بتونیم از این طریق نفوذ کنیم توش. به هر حال از اینکه این برنامه رو دنبال کردی از شما ممنون و متشکرم، سپاسگزارم مثل همیشه، تا فرصتی دیگر که با هم این گفتگوها رو ادامه بدیم. پیشنهادم همیشه همین خواهد بود که برای شنیدن خبرها، دیدن ویدیوها و لینک‌های مرتبط به مردمریپورت.net بروید. به هر حال اونجا به شما اطلاعات خوب رو توی صفحه جمع کرده کاوه نازنین، فارغ از تبعیض و تنگ نظری. من روی این نکته بسیار حساسم که همگان بتونن حرفشون رو بزنن. از او هم ممنونیم. اگر این برنامه ها مورد علاقه شما هست، لطف کن لینک های برنامه رو برای دوستانت بفرست. آسان ترین راه اینه که به فیسبوک ما بیایید، یه لایکی بزنید، عضو صفحه ما بشید، لینک ها اونجا قرار میگیره، برای شما ارسال میشه، شما هم تو صفحه خودت شیر کن. دغدغه ما وضعیت مالی است، اگر میتوانی در این زمینه مددرسان ما باش. متشکرم.